خیلی پیش آزاد شدی. آره زندونی هم زندونی های قدیم. ببینم جوجه ماشینی لاب و چاقو رو کشیدی و طرف رو کشتی. به در بیاموز با کدوم حال، هم بکشم هم بکشم. ببینم جاد تو زندون با حال هست. آره دایی اگه بساز بنداز بودم سر غلفت میگرفت. را بیا فرف مف نزن، بری بر نگردی. عمه شهر خیلی عوض شده، کوچه ها، خیابونا، مردم، آب و هوا شده بهشت برین. اما خدا کنه انسانیت و عشق و عاطفه مردم علل خصوص عشق پری عوض نشده باشه. به 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 نگاه کن لباس های مرام چقدر جور کرده. دست سوخته خودمون رو نگاه کنیم بینیم عوض نشده باشیم این من مردم رو میکنیم. به هنوز همو خری که همو آقایی که بودیم هستیم. پری کجا رفته عمه؟ عمه چرا حرف نمیزنی؟ محمود جون پری رفت، یعنی نتونست طاقت بیاره زندگی خونوادش خر چیزای دیگه. میدونستم این زرق و برقا تنها استفادهش اینی که عاطفه و انسونیت از بین میبره. نه عمه جون به خدا اشتباه میکنی. نه عمه خانوم، این چند ساله که تو اون چهار دیواری بودم یه دنیا دیدم، دنیایی که همه آدماش نخاله و دزم و از یام بیگناه بودن. پری هم گرفتار همین آدم ها شد، اما همیشه دعا میکرد تو خوشبخت باشی. ولی من پیداش میکنم، اگه حالیم نکنه چرا رفته میکشمش. آخه ما به هم قول دادیم. قول؟ همیشه بابات میگه بابات همش تحصیل اونه. اون منو بدبخت بار آورد، چرا نباید منو یه بچه سر برم و درس خون بار میورد که میتونستم رو پای خودم وایسم، نه اینکه به جای درس برم میکانیکی، مسگری، آهنگری، واسه این که بگن بچه یه اسمال آقا کاریه. محمود جون تو رو خدا پشت سر پدرت اینجوری حرف نزن. اون موقعی که مردم چیزی نداشتن و زندگی ها دوومی نداشت، هر زن شوهری که قهر میکردن بچه شونو سر راه میذاشتن. خدا رحمت کنه اسمال آقا رو. یه شب که میمده خونه دو تا بچه سر راهش دیده بوده، یکشو برمیداره میاره خونه. پس منو از سر راه برداشته. آره اما همه ی فکرش تو بودی. دلش میخواست تو درس خون باشی اما دستش تنگ بود، درس خوندن هم مال پولدارا بود. آخرم عمرش کفاف نداد. ولی مگه یادت رفته پشت عکسش چی برات نوشته؟ پسرم مرد زندگی کن، مردونه حرف بزن، مرد قول بده، مرد بمی. اسماعیل پدر. آره یادم اومد. آره عمه حرف پدرمو گوش میکنم، میرم دنبال پری، آخه بهش قول دادم. نه رو عمه جون، میری دوباره گرفتار میشی. عمه حالا دیگه اوستا شدم. الهی قربونت برم عمه جون. میرم سراغش. فرزاد خان چه؟
دوباره سر کله محمود آقا پیدا شد. محمود؟ باز تمشروبا رو خوردی؟ پسر اون تو زندون داره آب خونک میخوره. خودم دیدمش، الان گفته پری خانم بره سر میزش. نفهمید اینجا مال سفترخانه؟ نه، منتظر پری خانمه. به بچه ها بگو مواظبش باشن، برو. سلام، چه خبر؟ چیزی نیست قربان، محمود برگشته. محمود؟ بودو محمود؟ محمود کفکرگی. فکر میکردم فهمیدون چه مال منه؟ نه قربان، میخواد بره سراغ پری. میگم ببخشی خانم، چی چیز این یعنی خوشگله؟ باشه، همونی که خودتون گفتی، اتاق پری. ببخشین گیتا خانم کدومه؟ بینم اشتباه نیمدیم. چه کنیم، ناولدیم. میبریش؟ آره اون داره صفاتو برم. خانم چی چیز این خواننده دلها، آشوبگر شرق، پری ناز مهرآفرین. نه بابا، صد آفرین. ناکز یه تابلو اسم داره. کی میره این همه راه اونم تو جاده سنگلاخ؟ مثل این که ما باز خودمونم اجازه بگیریم. با اجازه. پری منتظر اومدن من نبودی؟ کاش نایمده بودم. زرق و برق چشاتو کور کرده؟ واسه چی؟ واسه زندگی. میخواستی چیکار کنم؟ کسی رو نداشتم. اگه یکی هم نگاه میکرد بی نظر نبود. تن این حرفا و عراجیف مال زمون ما بود که نون برابر جون به دست میومد. حرف حساب قد دارم و چاقو بود. نه حالا که یارو یه بفرما میزنه روزی 500 تومن کاسبه. یه لنگ به ماشینا میکشه 10 نفر نون میده. از یه اینجا دنیا عرب و عجم واسه کار با کله میان ایرون. اون وقت تو همه کارا تو این کارا انتخاب کردی؟ تازه وقتی هم یکی میاد صدا تو بشرفه انقدر چیغش میزنن که چه میدونم. تا آخر عمرش میره دعات میکنه. آخه من نمیتونستم. زندگی تنها پول در بردن نیست. تو هم که نبودی. خب حالا که هستم از همینجا درس میگی بریم. دیگه دیر شده. ماهی رو هر وقت از آب بگیری یخ زده است. این حرفا باشه واسه بعد. سلام زری جون. محمود آقا. بله. و علیکم سلام محمود آقا. خوشوقتم. گیتا خانم خیلی از شما حرف میزن. ببخشین تو راه رو نشناختمتون. اختیار دارین خانم مهرآفرین. شوخی کردم. بابا زیر پامو یانجا سب شم. پچه را نمیه آخه. شب دارم بود تالا دار اومده بود. آی نمیای ما خودمون بیای. با اجازه. فرمایشی داشتیم. باشمانم. برو جورش کن. فردا شبم نوبت خودتو آی زنده برو. ده برو ده. با اجازه نوبت منه. یعنی ممکنه؟ مازالله. چی شما؟ بفرمایید. این کلید خونه گیتا خانومه. گفت شما برین خونه، من تا یه ساعت دیگه میام. آخه میدونین مزاحم داره. چه؟ مزاحم داره؟ باشه آقا جون، آدرسش کجاست؟ آدرسش تهران پارس خیابون رشید شماره 20. فهمیدین؟ خریدیم. سب با سند برابر از امزا جالیه کتی. ما رفتیم. بگو زود بیا. یعنی چه؟ بیرون رفتنم جزء کارتونه؟ بعدم واسط میگم، چیزی نیست. گفتن نداره. واسه همیشه مچالش کن، بندازش تو سطل خاکچوبه و فراموشش کن. روز از نو، روزی از نو. آخه بذار واسط حرف بزنم. نه خیر، اینجا نه جای حرفه، نه جای تو. بذار من بگم چه؟ بیا، میگه. آب جوه چسبیده. آخه تو خیلی عصبانی. حالا فکر میکنی تاکسی ما رو پیدا کنه؟ ما رو؟ آره دیگه، ما که نمیتونیم تاکسی رو پیدا کنیم از بس پول دادی خوردیم.
چیزی. تاکسی. این ماشین توه؟ مبارکت باشه. قربونت. خیرشی ببینی. ده چرخ بخری. بفهمین خانم، حسابی پاکش کردم. خیلی ممنون. ببین ارسو آقا. بله، بینجا، بینجا. یه سری بهش بده. بیا اینم 20 تومن. خدا برکت بده. خیلی ممنون. دیوار نمیداره صبح تالا یارو رو کاشتی اینجا واسه 20 تا تک تومانی. عمم 20 تومن میگیره روزی 1000 کاسه. مرج ما خوب شد ماشین پا نشدی و الان نمیدونستیم روزی 1000 تومن رو چه جوری خرج کنیم. خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. ما که تو این فسقل از این ور کجا میری؟ طرف منتظره. تهران پارس کوچه رشید شماره 20. میترسم کلید خونه رو گم کنه. اون کلیدی که ضریبش داد بی خودی بود. چرا باور نمی کنی؟ رود خونه یه چشمام و دریا نکن، نرود دیگه آتش برپا نکن. بترسم و همه بدبختی بریم تو خونه تا طرف بیاد خواب کن. آقا کی باشن؟ زمانه به تو هم کلید داده؟ خب با هم کنار میاد. من زن دارم، زود کارم رو میکنم و میرم. تو بمون تا صاحب عقش کن. جون تو هکلا در مردی که پدر سخت خجالت نمیکشی؟ تو خونه خواهرت عشق کن. بابا چی سر میزنی؟ امروز رو بابا بیرون شد. جانبابه شاهبای رو خب من دادم تو برای عشقش با کن. بابا نزد بابا نه از اینجا کونه تو گم کن. بابا تو نبری از اول کونه رو گم کرد بوده بلا از اینجا سر در نمی آوردم که بابا که پیراج نوحیده تو نیز کرم. خودمونیم خیلی دلم واسه یارون مسته سوخت. ولی خب چشش کور میخواست نیاد دنبال الواتی. دیدی بهت میگفتم کلید بی خودی بود ولی تو باور نمیکردی. چیکار میخوای بکنی؟ سوا طرف قاطی کرده میرم کمکش بکنم. این سواب کردن از کت و کول ما میریزه. بیام نمیتونی ترکش کنیم. چی شده جیگول شاخ باش می؟
نمیتونم، لامصب خاموش کرد. اگه زحمت نیست یه تکون بدیم از وسط رو بذاریمش کنار. ببرش اون ور خیابون. باشه هول بده. هول بده مینام. نمیتونم بنزین تام کفی یا از باتریش. فعلا هولش بده بعد میفهمم چه معنی. هول بده. نکن نخور بشی سر جات. بشین. نفهمیدم. ماشی خود به خود راه افتاد. اون یارو لنده گونه چیه هاشتش؟ آی مارکی که کورم سوزنگ معبیدم چطوره بیه پایین جد آباد دوست دلت کنم حالا اینقدر میزنم که بند دوبام این شعر یادت بیاد آن دو بودن چو گرمه زده خورد بگونا که استوز سبون طرف ها برداشت کجا برد نمیدونم نمیدونی نمیشناسنشون که بود حرف بزن تا روده هاتو نریختم تو دهنه نمیتونم یالا حرف بزن خیلی خوب میکنم خاله کدوم باره؟ از اون باره از اون باره بی پایین هر کاری من گفتم میکنی حالی تو؟ آره را بیو ما تا صبح اینجاییم دستور اربابه بخواب نترس چاقو دسته خودشون نمیباره مگه این امال فساد کلکی دست ما بده روی اکبر اومدی؟ کلک شکندی؟ بابا دست خوش بیا بزن با این تابلو جفتتون رو نزدن به دیپال بزنیم به چاک حالا بس بچه یادم بریم پی کارتون والا کاری میکنم بخوابین دیگه بلند نشه باشه میریم یعنی میریم میخوابیم یه جوری میخوابیم که دیگه پا نشیم جو بشه منو کردیم قربون شما خدافظ فارس مسلکا همینجا یه نوار گوش کن تا من بیام شنیدن که بود ماننده دیدن یادم میاد یه روز میگم یه عاشق بی عشق و جنون دهن و ماهون بسته به زنجیر سلام سلام به 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 خانم خانوما شنیدم ریشه پا تگیلیمت درازتر کردی اشتباه بهت گفتم من حتی واسه اینکه محمود با تو روبرو نشه نذاشتم بفهم اون جمال توه یا اینکه من واسه تو کار میکنم که تا آخر عمرم باید کار اما دیگه نمیتونم تو که به اندازه کافی استفاده کردی کدوم استفاده یادت رفته چقدر برا تبلیغ کردم داد و هوار کردم امروز خانم عاشقه فردا تصادف کرده پس فردا عازم سفره ده 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 تا به اینجا رسیدی حالا که نون درار شده فیلش یاد هندستون کرده اینو خوب گوش کن محمود نمیدونه تو با کلک انداختی سندون اگه بفهمه تو رو میکشه ولی تو که نمیذاری بفهمه چون با من طرف اگه نذاری برم بهش میگم خفه نکنه لازمه ما بریم حرف بزنیم آتمان حرف تو حرف شده پیر من قرار نبود تو بری بخوابی دیگه پانشی منظور سلامت کو بیتار گیرم که سلام ساله که سلام یادت من تو رو کجا دیدم؟ ولی من شما رو به جا نمیارم جدی میگی؟ خر نشو برو بگو پری خانم بیاد پری خانم؟ پری خانم خونشه تو اشتباهی اومدی اشتباه میبینی؟ پا اون کیه؟ کی؟ اونها اوخ نه باید بگذی خره قبرسی دنیا میگن کفورگی به منم میگن معمود کفورگی اون نباید تو فهمه من حوصله درگیری ندارم میفهمی؟ خواهش میکنم تو به اندازه کافی استفاده کردی بذار منم به دنبال سر نوشتم
اینیم سوز میجونم میگه یا نه باشه برو دنبال زندگی من فکر میکردم میخوای جای دیگه ای کار باشه برو یه دقیقه صبر کن اما به شرطی که محمود از من هیچی نفهم باشه قول میدم برو سلام کجا یارو علفی بزن نه با کن آجرس بوز کلوف اگه نارد بس دیگه همینجاست برم کن حالا که بهت گفتم محمود چی کارش داری صحبت کردم تموم شد بیبیریم دیگه بس طرف ولش کن گناه داره ولش کن گناه نداره رو داره شون ریشاتو ببرم طرف خوب با حرف کنار اومد ما کلی صابون زده بودیم واسه چی؟ واسه کتک گفتیم یه باید بخوریم یا بزنیم که زدیم شما ای پرسید کسی بگو زده زده ماشالله صف بیشی میخوام جتوار برم ببین چه جایی آوردنه ایف که این دوتا تابلو خرابش کرده نسیمی میاد یش بفهمیم گروبا از اون چایی های تازه سفارشی به انداز نباشه ها دوتا واسه ما وردار بیاد بود بابا جون تو یخ نکرد اشتما میخواید پری خوشحالی؟ آره برای اولین بار دارم لبخند زندگی رو میبینم کنار تو با تو ما هم کنار تو چایی میخوریم باید موازه باشیم دهنمون نسوزه گرچه ما به اندازه کافی تو زندگی سوختیم پری حقیقتش اگه میبینی میخوام از تهران دور باشم چون سواد ندارم بقیه چیزایی که رو پیشونیم نوشته شده بخونم چطوری بگم؟ میخوام از دست تقدیر فرار کنم شادم برعکس با دست خودم دارم میرم سراغش وای که خدا عاقبتمون بخیر کنه فراموش کنم ما باید سعی کنیم گذشته جبران بشه اون وقت یه نامه به اون شاعر می‌نویسم که شعرش عوض بکنه چی بود می‌خوندی؟ اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه نمی‌خوام چشمام دنیا رو ببینه ببند چشماتو حالا وازشم چی می‌بینی؟ تو ده منم تو رو لام از تو چشات چیه دو دو می‌زنه نگیره ما رو در بیا اینجا ببینم پسر بله این اتومبیل مال کیه؟ مال قنواز هفت شبانه هفت روز عروسی میگیریم برو صداش کن بله هرچی موتور رو موزیه دعوت میکنیم بزن و بکن آها شما را چهار دارن چهار دارن با ما چهار داره فرمایشی داشتیم لطفا صندوق عقب ماشینتون رو باز چیزی لازم داریم ما مأمور پلیس هستیم آقا پلیس ای دلوا بازش کنیم رو چشم همین الان اگه کلیدشو پیدا کنم مگه خودتو نبستید هم آره هم مسافرت میریم بله میریم سیاحت 80 روز دور سلوغو سریع بفرم دنبال چی میگردین بالاخره پیداش میکنیم
چی رو؟ اوه، هم سیاحت هم تجارت، جنس قاچاق. قاچاق؟ باور کنین ما اصلا از این جریان بی خبریم. باور کنین آقا، ما اهل این کارا نیستیم. آره والله، نمیدونیم اینا رو کی اینجا گذاشته. به خدا ما خبر نداشتیم. شما بایدم خبر نداشته باشید. اما محمود آقا کارشه. چی؟ آقا سویچ اتومبیل بیاریم پاسکال. بفرمایید سوار شید. پشت آخه چه رو باور نمی‌کنیم. به خدا قسم، به کی به کی قسم، ما تو این بر والله ما آخه گنده کاری بلد نیستیم. باور بزن بچه دوالی بیای. از این طرف ها چی کارم داری؟ ما با احمد آقا کار داریم. باریکلا، تو هم میونو بنده های خدا آدم پیدا کردی. احمد کیه؟ مگه چشه؟ میخوام باش عروسی کنم. آه ببخشید. چی قویق دختره داره آوردی؟ مگه دوستش داری؟ اگه دوستش داری چرا اومدی ایجا؟ ببرش خانه یکی ایجا؟ اگه به دانم نظری داری نمیدون لازم باشم میدر رو من از ندی؟ خانه خراب منم ازنی؟ تو که با ما رفیق بودی؟ میخواستم برات بگیرمش. آسمان نگاه احمد جست استغفر الله. دختر ایجا اومدی چو بکنی؟ آمدم تو نبینم. دختر تو ان نرگس نمیترسی ببیندت میده ردت. بگرم و درمات در تو در میارم. خسته نباشین، احمد ندیدین بچه ها؟ همین دور برای هم ابرام آقا، شما احمد ندیدی؟ کارش داری؟ ها؟ رفته با کرسوم جونش داره میلاسه. چی داره؟ شد در میارم. کلسوم جان از این گرگانی میترسی؟ ان نرگس بترس. اگه ببینت دنبال من مرنو مرنو میکنی سرت بزنه. من که ان نرگس نمیترسم احمد جان، تو گول حرفاشم میخوری. گولش که نمیخورم، کتک میخورم. او میگه باید با ما عروسی بکنی. احمد نگفتم ایت موشاته زد. های احمد
رفت احمد جونم مرگ شده او وقت میگه من نمیترسم اسمش هشنو فرار کرد یکی از نرگز نترسم در آتش گرفته آتش به جان گرفته اینجا چی کار میکردیم احمد کو احمد رفت تو ندیدیش؟ والا نه من ندیدم تو اگه ندیدیش از کجا فهمیدی رفت؟ تو کی از رو میدید؟ دختر از رو برم برم که منو ببینم ترسم سلام ما یک قرار نبود بیای پیش عمو مسلم آخه نرگس جون روز کار رو من روز کارا تا کلسوم چرا نت قرار داشتی اولا که من اتو میترسم باش شرط نمیزنم دویومن اولا دویومن بازی در نیا شش اگر نمیترسیدی پس حرف میزدی الان آبروتم میبرم آی همان نه آبرومن نبرم نه دی خوب میذارم گذاشتو میذارم این کارا چیه که میکنی اگر دیوانه ای ای بر همون جون سلام ای بابا بیامرز جون ما چون میخواد همش میام منو بگیر عمو جان خودت که میدانی من چی رو بگیرم با چی بگیرم میبینی عمو اون وقت شما میگی احمد تو دوست دارم نرگس جان دوست که دارم اما پول ندارم دلم میخواد عروسی کنم اما جرأت ندارم پسر جان نون خدا میده پول خدا میده بله که میده اما بعضی وقتا پدر آدم در میاره و میده اشکال ندارم اون نمیذارم در بیاره بگیره ایا منه بگیری خدا پدرت در نمیاره برا شما هر دوتان راست میگی اما احمد جان نرگس خودش یه مرد زحمت کشه خودش عمو جان درسته اما وقتی زن ما بشه غیرت ما قبول نمیکنه او کار بکنه و بذارین اون پول دار بشه آه تا تو پول دار بشی من ترشیدم عمو جان مایه شما همیشه نمیگین دخترم فکر عروسی را نکن تو همه چی داری چرا دخترم چرا احمد بذار یه رازی را بهت بگم حالا گوش بکن اولا این نرگس برادرزاده من نیست او بچه ارباب مرحوم منه که درش تصادف کرد ولی قبل از مردن همه ثروتش بخشید به دخترش اما چون برادر بدجنسی داشت نرگس سپرد دست من گفت تا دخترم بزرگ نشده پیش عموش نره اما حالا که بزرگ شده احمد جان حالا که دوستت داره باید بری و ثروتش از عموش بگیری وای قربانت بشم دیدی احمد دیدی من پول دارم ایا منو بگیری همه پولام هم میدم به تو ای نرگس جان وقتی پیش عمود رفتی یا ما رو میخوای چکار پول دار میشی متانی برای خودت شوهر بخری شوهری که نوکرت باشه آب و جارو برات بکنه تعظیم بکنه اما ما غیرت داریم هیچ کس ما غیرت نداره زن ما باید مردش اطاعت بکنه معلوم نالزم به درد خودش بکنه جان عمو مسلم بروا خاک بابام پول دارم بشم زنتو میشم تو رو علی منه بگی دخترم حالا اول بذار بره ثروت تو بگیره تا ما یه کلمه گفتم فه تو به جای ای که بگی فتالله از حولت گفتی شو ها پس برو سراغ عمو آخه من برم چی بگم نه سر پیازم نه تای پیازم تو خود پیازی اما بی بو خاصیت نرگس جان
آخه اگه من بو داشتم که شو قشنگت میسو استغفرالله نموزوخته تو راست میگی احمد، حرفت حسابه. آوالله پسر جان، وصیت نامه پدرش که از هر سندی محکم تره پیش منه. اموش او دره یه شهری ساخته به اسم شهرک گلستان. تو برو یه سر موشی آب ده. اگر دیدی طرف ناخلفه، ما وصیت نامه از راه قانونی ازش میگیریم. خودم ازش میگیرم. خودم پدرش آنه پدرش بابای بابامه. راست میگه خودش آتیش میزنم. راه بیفت بریم. نه نرگس، تو نرو. بزار احمد تنهایی بره. بزار بره ببینه چه خبره. اما جون برو، برو با امید خدا. قربان سبیلت بشم، کارم چی میشم؟ ما تازه رفتم سر کار. وقتی پولدار شدیم کار چیه؟ خودمان پولدار میشیم، خانه دار میشیم، اما بعدش چی میشیم؟ ما چه میدونم، خوشبخت میشیم، بچه دار میشیم، پیر میشیم. ای دهنه را بکشم او جان، تا نگفتیم میمیریم، ما رفتیم آن، خدا یا با امید تو، خودمان سلامه. اما ها بریزم پشت خاش، به سلامه. بازم که ضررش به من خور. یه مال دنیا این خاک میامونه و یه باد این رو میشه. چشم واکنی رفته اون دنیا. با همه این حرفا بازم واسه مال دنیاست که بعضیا حرمت انسونیت رو از بین میبرن. زمین و زمون رو به سل پودار بشن. به صغیر و کبیر رحم نمیکنن. شیش دنیا حواسشون به غافل از این که اون دنیایی هم هست. چوب و فلکی هست. میزنن رست آدمو میکشن. قربون کرومه. داداش، همینجوری کرد. چی شده مگه شما خدایا؟ نه میترسم باد این خاک بیابون ما را اینور اوور کنه. خیر پیش داده قربون معرفته. هم دیگه رو ببینیم با صفا. علی علی آره. سرکار جون خبریه؟ یه آدم قد بلند ندیدی؟ به محمود کفکارگی مشهوره. تو جاده ندیدی؟ نه دیده بودم هم نمیشناختم. اگه تو را دیدی به پاسکا خبر بده. قصف چیه؟ برو برو علی. بادار 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 غیر انواتت ما را تو همین چند کلومتری برسان. بریم حالا ببری یا نه؟ اگه فراری هستی که اینقدر عجله داری چیه؟ یه پایین امایی تعوض کردی که نشناسیمت. محمود شفتگیه گرج و چیه اثر کار خوب داشتی فرار میکردی. آکه شب و روز فراری اومد. ترس کلسوم درس نرگست. ما میدونیم فراری هستی. شما رو کلسوم فرستاده؟ یعنی حالا برای من جندار میفرسته؟ برا خواهیتو به کوچه علی چپ نزن. بودام علی چپ. علی چپ که پارسال عمرش داد به شما. سرکار جان من رو کجا ببره؟ آ خدا، ما مثل این که سرگردون به دنیا اومدیم، سرگردون ها باید بمیریم. نالوتی ها بازم واسه همون پاپوش درست کردن. خواستیم سربرا بشیم، خواستیم باز پابند حرف بابامون بشیم، هیچ کدوم نشدیم، شدیم فراری. آخ محمود کفگرگی، یادت بخیر، این گرگ میپریدیم. کاش نپریده بودیم، کاش اصلا به دنیا نیومده بودیم. احمد؟ احمد؟ چه نونوار شدی؟ چه به خودت رسیدی؟ والا خانم، ما یه عمر زحمت کشیدیم تا شدیم اینی که هستیم. چی شده بدبخت؟ نرگس پولدار بشه قولت میدم به تو محل سگ نمیذارم. نرگس کیه؟ همونی که این سگ ازش میترسی. دختر، این چه فرم حرف زدنه؟ من فقط از خدا میترسم. ای نه بابا، تا دیروز که از نرگس خانم میترسیدی. ایشالله اموی نرگس بگیره تیکه تیکت بکنم. دعای گربه کوره بارون نمیاد. ای که گفتیم آقای کی هست؟ آقا؟ کدوم آقا؟ احمدم زورکی هست. خر همان خراب پالا نشوز شده. یه خود شعری حرف میزنم. احمد جان، احمد جان، ایش نرگس جانه تمامه. برم تو منه نبینم. چه حکایتی باز باشه؟ خرف مثل این که ما رو عوضی گره. اما ما که خصفورنا
محمودی، یادت باشه که اسم طرف نرگسه. هنوز راه نیفتادی؟ خب آخه ما هنوز بچه ایم. خودت لوس نکن. آخه شما گفتی هنوز راه نیفتادی، ما هم گفتیم هنوز بچه ایم. بیلینم نکنه واسدی از کلسون جانت خداحافظی کنی. ای چه کنیم؟ این چاره کن ببینم اینا چه تنت کردی احمد. یه دفعه دیگه ببین خانم خانوما. خانم خانوما خودتی، من نرگسم. ببخشید نرگس خانم، تو مطمئنی من احمدم؟ ها که احمدی، خر همه خر پالانش عوض شدم. ده اینا پاک ما رو پالونی کردن. محمودی فعلا که وضع درستی نداری. بشو احمد ببینیم. ببینم چی با خودت بلغور میکنی. پس چرا نرفتی؟ کجا برم؟ کجا؟ شوخی را بذار کنار، احمد تو به من قول دادی. قول دادی حقم از امون بگیری. همینجا ترمز کن، ما یه دفعه قول داری واسه هفت جدمون بسه. منم همون قولو میگم. احمد جان به من کمک کن، من خیلی بدبختی کشیدم. نون و ماست خوردم، دنبال گاو و گوساله دویدم، تازه فهمیدم بابام همه چی برام گذاشته. اما عموم داره ازش استفاده میکنه. عمو چیه؟ عموم صاحب شهرک گلستانه. برو دیگه، خواهش میکنم احمد خیلی دوستت دارم. به امام رضا قسم پول دار بشم زنت میشم، تو رو امام رضا قول بده. یا امام رضا خودت کمکم کن، این دختره ساده از من کمک میخواد، خودت جورش کن. احمد چی شدی؟ بریم ببینیم چی میشه. گفتی شهرک گلستان؟ صاحبش عموی منه. برو، من دعات میکنم ایشالا کارمون راست بیاد. ببینیم چی پیش میاد. قدلتم برم. ایشالا پولدار بشم. اما نه، ایشالا زنش بشم. اینجا کجاست من آوردین؟ مگه نمیخوای پری رو ببینی؟ پری کدام خری آقا جان؟ چند بار بگم شما چرا حرف حساب سرتان نمیشه؟ پری نامزدت. نامزد من؟ چند دفعه بشه تام بگم نامزد من نرگسه؟ او هنو پاش تو مریض خانه نرسیده. تام مریض میشه عمو مسلم میشه گل گاو زبان میده، خاکشیر میده، تنبیهش میکنه. بهتون قول میدم همین روزا حالتون خوب میشه و مرخص میشه. محمود جد آبادت، محمود پدرت، تو اصلا کی هستی؟ محمود منم، پری. راستشو بگو آقایون میخوام بهت کمک کنن. آقایان با من کمک کنن؟ من از کار از زندگی انداختن. آقایان بذارین ما بریم، والا بلا خانم شما این آقا رو میشناسین؟ تو بگو جان برارت، بگو که منو نمیشناسی. بله میشناسم، واسهتون که گفتم براش پاپوش درست کردن. پس ایشون همون محمود هستن؟ بله. نه من قول میدم بیام بیرون اون بدجنسا رو بهتون نشون بدم. محمود بیگناهه. ای خدا نشناس، حالا محمود بیگناه شد ما گناهگار؟ مسخره بازی رو بذار کنار محمود آقا، بهتره حقیقت رو بگی. بفرمایید بریم. یال خالق پروردگارو بنازم به عظمت و قدرتت. میگن کو به کو نمیرسه، آدم به آدم میرسه، ما کجا اینجا کجا؟ ولی آخر با کی کار داری؟ با صاحب اینجا، کسی که این شهرک رو ساخته. تو مگه نمیشناسیش؟ کیو؟ آقای صفدرخان، صاحب شهرک، ویلا، زمین های این حوالی. خیلی خوش شد، حالا دیگه شناختم کار صفدره. داشتم خودم رو راضی میکردم که اون کلک دستم نداده. همه یه بدبختی ها رو داشتم میذاشتم به حساب تقدیر، اما خدا نخواست ما رو یه راست ورد بغل گوشه. ناکس با برادر زاده خودشان حسابت میزن. کجا همینطور سر زده؟ برو بخواب، این خانه اول بود، ما داریم میریم خانه دوم. نمیشه بری بالا. یا الله فرمایشی داشتین؟ ایوا فرمایش که چه عرض کنم، این باغبون شما چقدر بی‌تربیته.
من با چی؟ با سفترخان کار داشتم. تشریف داشته باشین، الان خبریشون میکنم. ایتاعت مادر فولازره، قیافش عوض کردم و نشت و سیمش. ما خود او چهره شناسیم. بریم به خانه سوم. دندون انداختی؟ فکر نمیکنم لازم باشه. آمدی اینجا چیکار؟ دست تقدیر. شاید هم همون دستی که یه روز ما رو انداخت تو زندون. خوب خلوت کردی. بهتره راته بگیری و بری. زمونه عوض شده. حالا دیگه تو به یه جایی رسیدی و ما اندر خمه یه کوچه ای. بینم بچه رو میگن قمارباز. تو که همش بردی. شهرکی، ویلایی، دم و دستگاهی. این مال من نیست، مال مرحوم برادرمه. تو هم که شانس آوردی و برادرت بی کس و کار از آب در اومد. حتی دخترش. دخترش؟ تو از کجا میدونی؟ حالا وقته کی؟ آره، تو تصادف خودش و زنش و دخترش از بین رفتن. آکی رو تو برم بشر. تو از اون گردن کلفتایی هستی که پشت خنجر میزنی، اما یکی مثل من تقاصشو پس میده. تو ارث و میراثم صاحب همه چی میشی، قبول نداری؟ اگه اینطور نبود تو الان به خاک سیاه نشسته بودی. آی به خشکی شانس. حتی اگه دخترش هم زنده بود میومد دنبال ارثیه باباش. راستی؟ نکنه بیا. بس دیگه. منظورت از این حرفا چیه؟ منو به یاد برادرم ننداز. کاش دخترش زنده بود ثروتشو بهش پس میدادم. حالا شیف هم شد؟ بله، بله. فکر کنیم که من باعث شدم تو بری زندون. البته این نظر توه. خیلی خوب، حالا چی میخوام؟ چون من میخوام بری و پشت سرت هم نگاه نکنی. باشه. خودت بهتر میدونی پیدا کردن تو کار آسونی نبود. پس شانس آوردم، شانس آوردم و بلیط هم برنده شد. اما تو این زمونه که آدم دنبال پول نمیره، پول دنبال آدم میاد، آدم باید برنده ممتاز باشه. معطلش نکن. بیا، این پولیه که اگه تا آخر عمرت قمار میکردی گیرت نمیامد. این قمار زندگیه که تو بردی و ما باختیم. با این پول تازه یه ربعی هم نمیشیم. امیدوارم ارسی از گلوت پایین بره. به امید دیدار. ببخشی، به امید اونی که تو میخوای. تو بی خودی اینجا نیومدی. بی خودی از برادرم و دخترش حرف رو میزنی. یعنی ممکنه گبرتی چکرم یارو دیدیش؟ بله، رفت. بهش میگم محمود کفگرگی. نوکرم بیخیال، به ما میگن حسن کبریتی شریک. حسن کبریتی؟ نوکرم. میخوام بری دنبالش ببینی نقشش چیه. نوکرم، خودم زبونش وا میکنم اونجوری که همه قصه رو بگه. برو ببینم چیکار میکنیم. موفق باشی. نوکرم علیکی. چکرم میخوادی؟ اونایی که تو بعد از چند سال فهمیدی من زودتر میفهمم محمود آقا. نرگس جانت پولدار شد، ها؟ آره، اون آدم سندشو ببرم. پس دیامانه دوست نداری؟ ترش نکن، ناامید شیطونه، خودمونیم تو هم شیطونی. الهی که شلوارت دوتا نشم. اگه زورم بهشش میرسید خودم تیکه تیکش میکردم. خانمی، خانمی ببخشید، آبجی، اون آقا کی بودن؟ احمد آقا. احمد آقا با شما فامیله؟ با من؟ با اون نرگس آتیش به جون گرفته هم میخوا عروسی کنم. چیه؟ خانوم پول دار شدم.
ارث باباش بهش رسیدم. اما من باید دنبال این حیوونا بودم. مگه باباش فوت کرده؟ ها بابا، خیلی وقت. حالا احمد آقا میخوا بره ارثیهشو از عموش بگیرم. ببینم، مدرکم داره، برقه ای چیزی؟ نداشت که اقدر قروم قروم نمی کرد. وصیت نامه پیش عمو مسلمشه. این کربتی نوکرم ببخشید، خونش کجاست؟ او بالا در آخری، خدا ایشالله دلشه بشکنه. شیطونه میگه تو نمیری برم حسابشو برسم. حساب کیه برسی؟ حساب کیو؟ احمد و دیگه. تو غلط میکنی، سگه کی باشی؟ اصلا به شما چه مربوطه؟ من ابجی نوکرم علکی چاکرم بی خودی. راست میگه مرد تو که تو رو سن نه برو ببینم. دوستش دارم تو چشم درات بی حیا. چتا بابا واسه چی منو میزنی؟ گوش کن، خونه رو یاد گرفتی؟ آره یاد گرفتم. فهمیدی کجاست؟ آره بابا یاد گرفتم. سعی کن یادت نره. بستنم اچی امشب روشنش میکنی. بریم برو بریم. نایمت آبجی، نمیدانی کی ملاقات ما آمده؟ من؟ بر شیطان حرام لغمه نهند. زن از جون ما چون مخوای. من اصلا تو رو نمیشناسم. محمود این عدایت فرا رو بذار کنار. من برگشتم سر کارم، به پلیس هم خبر دادم، قرار سر به زنگا گیرشون بدیم. زن تو چرا اقصد شری؟ ما رو گیر انداختی بسد نی؟ حالا نوبت اونایه؟ آقای محمود آقا. احمد آقا. محمود. احمد. خیلی خوب احمد آقا، خوب شد همش تقصیر اوناست. اگه گیر بیفتن تو آزاد میشی. آزاد؟ آزاد میشم؟ مو از این بند آزاد میشم؟ خدا مرده هاتو بیا مرزه. پس زودتر یه کاری کن ما برگردیم. کارمون داره از دست ما مره. اما خانم جان بگم تا اگه ما آزاد شدیم مبادا دنبال ما بیا. یا نفهمیدم چرا؟ چراشو همه دسفولیا و احمد آبادیا میدانن. تو هم بدان. آتش به جان گرفتن نرگس اگه تو را ببینه ریز ریزت میکنه. منو؟ تو را همه را. هیچ زنی حق نداره به ما نگاه کنه. آخه نمزده من، او عاشق منه، منم از ترس عاشقشم. خیلی خوب، این چرت و پرتا رو واسه من نگو، برای دادگاه بگو. وقت تمومه. دادگاه تمومه. چشم. آزادم. من رفتم. ایشالله همین روز آزاد میشی. به شرطی که این مسخره بازی ها رو بذاری کنار. ای ای مسخره خودتی، مو نیستم. ایشالله خدا هم مثل مو گیره نرگست بندازه. حاجت که؟ حتن دیگه حتن کرده که خره. آتش، امو وقتی آتش 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 امان زده. خدا یادتون بگیم خدا های بدا برسید. خدا مرگم بگیم. احمد کجایی؟ خدای امو ما سمری چواره شد. بستن نامه سوخ که سوخ. سر سلامه. بگو اما دوست دارم. اما دیگه پول و ثروت که ندارم، وصیت نامه است. اینا نسو احمد جان. وصیت نامه نسو. وصیت نامه نسوخت. خدا رو صد هزار. کدوم نامسلمانی ها؟ کار اون ناکس عمو جون. زندگی شما، ثروت نرگس، حق خودم از حلقومش میارم بیرون. یه عمر ما رو انداخت زندون، با همین وصیت نامه به زانو درش میارم. قربون ناکرم، قاصد خوشخبرم، بگو ببین. قربون آتیش زدیم. آتیش؟ اجرا ناکرم، ایرون سایدی وار داخل شدیم، میونبر زدیم تو ویرجینیایی، یه زیگزگ رفتیم شدیم مرد 6 میلیون دلاری. فهمیدیم دختر برادرتون زنده، وصیت نامه‌شو هم گیر آوردیم. وصیت نامه؟ کو؟
نوکرم، سوزوندیم به آتش کشیدیم صندوق همه خونه رو. بخوابیم با خیال راحت. اگه این کارو کرده باشین خیلی پول دار میشین. نوکرم. نوکر من یا نوکر پولا؟ وقتی دوتا شد خب نوب نوکرم. خیلی خب باشه، بریم، من ترتیبش میدم. بریم. قربون شما. بریم ابی. بریم. هفت جور نوکرم. باید عموی خوبی باشم برادرزاده عزیزم. اداره پلیس. مشته حالت راحت باشه پری جون، افتادن تو تله دستشون روش. راست میگی قربونت برم زری جون. ما مدت هاست شما رو تعقیب میکنیم، بهتره حقیقت رو بگین. اگه شما نگین اون دو نفر میگن. قربان باور کنید من تقصیر ندارم، اون دفعه اونا به دستور صفدرخان تو اتومبیل محمود قاچاق گذاشتن و محمود رفت زندان بیگناه و بیخبر از همه جا. ولی دیدین طولی نکشید که بیگناهیش ثابت شد. بله، حالا صفدر رو دار و دستش میرن زندان و محمود آزاد میشه. نرگس اصلا چش ندارم منو ببینه، همش با من دعوا میکنه، همیشه کتکم میزنه. کلسم جون آخه اون نظری نداره، خب احمد را دوست داره. خب منم دوستش دارم. شما هم مثل این که فرهاد گیر آوردین و شدین شیرین گور باباش. مگه مرد قهدیه ولش کنیم بره پکارش. اینه هست. احمد جان آمدی پسرم، خوش خبر باشی. خوش خبر باش. نیامده بود امو ایدیه چه؟ بالاخره آوردمش، خر شدم و سوارش کردم. امو این نمیخواد من پول دار بشم. پس چرا تو هیم بازی در آوردی؟ چرا جفتک چار کش میندازی؟ اموش قبول کرد یا نه؟ امو ملسم، امو ملسم جان، یا ما دیوانه شدم یا شما دیوانه شدین. کدام امو؟ کدام وصیت نامه؟ جوان مرگ شده خودتو به خریت نزن، تو دیگه سن خر پیره را داری. این دختر امیدش به تو و چشمش به دست تو. اگر سرش نمیشه برو ژاندارمری شکایت کن. من شاهد دارم، من مدرک دارم، وصیت نامه باباشو نشانشان میدادی. یالا یالا وصیت نامه رو ورداره بری. کجا وردارم؟ کدام وصیت نامه؟ چی هستم وصیت نامه به من داد؟ خودت از صندوق برداشتی همون وقتی که خانم اون آتش گرفت. شاید تو اون رخ لباسای جیگول پیگولی جا گذاشته باشی. بالاخره من نفهمیدم لیلی زن بود یا مرد. شما داری قصه میگی؟ قصه میگیم؟ حالا صبر کن دابشت نشون بدم. نه با این همیشه این نرمه نرگس، این یه چیزش میشه، این ملاجش تکون خورده. یه چیز وردا بزه تو سر این پسره، شاید ملاجش جا به جا باشه. حواست بیه سر جاش. امو جان بگو صاحب کنه، بگو نزنه خودت چند بزن. ای نرگس جان خود ما قد بالات برام و ترسم فدای تو بچم از ترسم. هر کاری بگی میکنم، هر جا بخوای میام. بیایی جا حالا شدی پسر خوب، برو لباسات عوض کن، اگر کثیف شدم من خودم برات میشورم. آمان نبودم در روزیار بود، یارم به قرار نمیاد. احمد! احمد های! ساعت ما برچنی بخواهی. خوب وقتی پیدات کردم. احمد چیه باز؟ بیا منو بگیر، وسط قضا درست میکنم، شام میپزم، رختت هم میشورم. پول میخوای چیکار؟ دختر تو کجای کاری؟ من چند سال بدبختی کشیدم، حالا دست تقدیر من سر رای دشمنم قرار داده. باز سفته رو به زانو در بیارم، میخوام انتقام خودم رو بگیرم. این حق منه. وقتی من انتقام بگیرم اون دخترم به ثروتش میرسه. باز بگو بیا منو بگیر. برو تا نرگس نرسیده. اصلا تو همش به فکر نرگس هستی. این کجا ما رو پیدا کرد؟ خدای نوکرتم. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، الو یختم این جلو بده من لبو. وای خاک بسرم جلوی مردم.
بابا تو که چت امیر از سالان اپوش بستی، خدا رو شکر خوب شدی، ما یه تریلی دل با پس بودیم. سر پاک خراب شدم، معلوم نیست منم میخواد، نرگسم میخواد، اینم میخواد. چرا اومدی دختر؟ ما خودمون فراری آواره شدیم. بس فراری نیستی، ببریم تا بهت بگم. بهت گفتم بالاخره گیرشون میندازم. به من؟ به من گفتی؟ آره کلک، خوب خودتو زده بودی به داتی بازی ها. دختره کی بود؟ نکنه این همون نرگسه که تو زندون میگفتی؟ تو زندون؟ نه، این کلسومه، نرگسم هست. لابد بعدم بهت گفتم من مال کجام، کجا به دنیا اومدم، تو هم راه افتادی اومدی دنبالم. میخواستی نیام دیگه؟ کلسوم و نرگس و ولشون کن، بیا بریم، من نمیخوای به قولت عمل کنی. اما صفتر هنوز زنده است. خب باشه، اون دیگه کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ تازه شروع کرده، گفتنی زیاده. را بیافت بریم. آخه من دو ترکم، یه ترکم احمده، یه ترکم معمون. پس تو احمدی یا تو معمودم؟ بابا معمودم، گیج نشو، کوتاه بیا. من باید با صفتر تصفیه حساب کنم، بهتره تو هم پاشو امضا کنی. اون حساب من رو درسه، حساب احمد رو میرسه. همون چی میگی؟ درست حرف بزن. همه رو تو را واسد میگم عیز دلم، را بیافت بریم. با سر و وضع لباس تو عوض بکنی، یه خورده بشی خانم خانوما. این چه شکلیه ساختی؟ نرگس جان، اما با کی کار دارین؟ سلامت کو. ای آقا بندازه یه غولم میخوای به تو سلام کنم. قولتت دو آبادتا. ای تعریفت کردم بیتر بیاد قباد بر خود بریشه. برو به عمون بگو نرگس آمده. خدا روزیتونو جای دیگر حواله کنه. آقا نم پس نمیده، اگه چیزی نگیره چیزی نمیده. نگفتم اتحالا بیا بری. برو بابا نگشته تا من برم بالا. ای آقا ویس ببینم بلم کن. خوبی تقصیرم والا، بی خود تقلا نکن چه تکونت برمیاد. جان بیا بیا. ای از اول میگفتی بچه یادم با اجازه. بریم و نرگس جان بریم. ها داشتم میگفتم معقده کلسوم و معقده تو را دوست دارم. ها با خدا، اما نرگس هم دوست دارم. کلسوم جان. یا ابو جان. هی ابو جان کجایی؟ امو جان آن نکنی جا که سهرانی. امو جان، امو ببینم با چی کار داری؟ با عموم. با عموم؟ من عمومم میخوام، صفتر خان. من نرگس برادرزادشم. برو بشه بگو بیاد. اون نرگسی؟ پس چطور منو نمیشتسی؟ تو عمومی؟ تو امو جان بلی؟ دخترم هیچ فکر نمی کردم تو زنده باشی. خدا رو شکر خونه و زندگیم روشن شد. وقتی تو رو بغل میکنم یاد برادرم میفتم. خیلی دنبالتان گشتم عمو جان، همه بشه میگفتن نرو ممکنه عمو تو رو بکشم. من تو رو بکشم؟ من اونا رو میکشم. عمو جان راستی بذار احمد بهتان نشان بده. احمد؟ آها های احمد بیا. داد نزم، داد نزم، بگی بشی بگی بشین اینقدر داد نزن. خب بگو ببینم احمد دیگه کیه؟ احمد یا احمد و بیا. بازم که داد زدی، یواش داد نزن. ما تو دهمان همش داد میزنیم. یواش در بیا. چیزی تا سلام. چه مانه دم داریم مانه شکل شمایل و قیافه و ناقصه بر با پدرت نرگس گفتمون بیا. چرا وایسادی احمد؟ امون ما چکار بود رو داشت شما رو بیا مخطه بود بار کنار. نرگس خیلی ساله که میخواست شما رو ببینه. کار بدی کردم آقادش ترشون. نه بابا ها. شما با نرگس؟ ما میترسم چیزی بگم آقادش تر باشم. تو بگوش تو بگوش جوابش بدم. امون جا وایسا امون جا بیا بیا تا بشید بگم. ای بی پدر هی ها آره شو جلوی اموش بگم ما رو دوست داره. خوشو که ما نگفتیمش. این هم موقع چه دمو دستگاهی داره خوری ما. این پولا رو از کجا آورده؟ دوزه یه خیلی کار میکرد وزش مثل ما بود. غلط نکنم یا دوزه یا شریک دوزه. دخترم من حرف تو رو قبول دارم، اما اگه مدرک چیزی از پدرت داری خب می آوردی.
میخواستم بیارم، ترسیدم، گذاشتم پیش احمد. آخه هم وقت پیش خانمان آتیش زدن، میخواستم وصیت‌نامه بابانم بسوزانه، اما نشد. همش زیر سر این کلثوم جوون مرگ شده است. نمیخواست من ثروتدار بشم. راست وصیت‌نامه نسوخته؟ نه، پیش احمد. چرا پیش احمد؟ این پسر آسفاس دیگه کیه؟ امو میبخشید، من الان چند ساله که دوستش دارم، او نامزد من. دختر، تو برادرزاده منی، باید با بهترین مرد ازدواج کنی. من یه اونا از احمد بهترم. ای دولینه دادی، آمدیم اینجا چه بکنی ما؟ حالا اینجا میمونی تا زیر پاد علف سبز شه. آخه چرا راستشو نمیگی؟ بچه جان تو چه غذا خری؟ بس بنداز، تقصیر منه که سالم آوردمت. بهتره حرف گوش کنی قربتی. اگر نکنم درتو میذارم جای پات. بگو جان پدره تو بمیری. چرا بابا تو بمیری قربتی؟ حالا حمامت کردی آخیت باشم بیشی همون جا غم بشکن. حالا میشکنم در نامرد مکه اقدر قایم نزدم. حالا حرف میزنی یا نه؟ ولی کتک میزنی حالا جا آمد گشت کردن بری ها. بلش کن، آدم دعوا نمیکنه بیچاره که زدن نداره. تو دیگه باشی من این آقای این آقای این خدا لعنتت کنه. به من میگن حسن آخه نامسلمان ها چرا میزنین؟ من یه خولی گیر آوردین شکمه. اینه مشته گره حرف بزن تو لبت نگفتی. من که همش حرف میزنم، به خیالت ساز میزنم. خب حرف میزنم دیگه. حرفی رو که من میخوام بگو. بگو وصیت‌نامه کجاست؟ این شکیه؟ آخه آقای نمیدانم کی. من اچه به وصیت‌نامه خدا بیامرز بابام که مرد فقط یه گاو داشت و هم خیراتش کردم. برواه خاک پدر دنبلانشم به خودم نرسید. مالی نداشت که وصیت‌نامه کنه. الاغ دست بشکنه. دست سنگینی داره. عمر خان الاغ جان. الاغ جد و عبادته. چرا نمیفهمین؟ من نرگس چیزی که میدانم اینه که او منه دوست داره. منم از ترسم دوستش دارم. مالش هم مال خودش. او میخواد صاحب مال بشم. من کتا که شب بخورم. ببخشی شیزه خر اومده کاری چون داری بریم. خب بچه گاب چرم چیزی نمیخوری؟ بفرما. بگم مخورم و وقت بگی کتک بخور. سیبیله شا. با سیبیلم چه کار داری؟ سیبیلم کار دستت میده ها. اگر راست میگی دستم اوا کن تا شلوارت جلو مردم بدرانم. نونوار شدی؟ چیزی بهت داد؟ اینم که میزنم. خودمانا ببرم. لاش لاش بخور آش. اما این همون نرگسه که جفت ما رو دوست داره. پس جفتت کن. به راست هم میگی نکنه سفتر بلای سرش ورده باشه. ببین حال ما با این چه فیل میداری. به به آتش به جان گرفته. من آنجا ول کردی رفتی دنبال این خانم شفره یاد گرفتی. خدایا دارم دیوانه میشم. گاف بلند نبود این کنه. حالا ماشین سوار شدم میگازم. چقدر من بدبخت. خانم جون شما بی خودی ناراحتی. خاطر جمع باشی. من مثل کلثوم یکی هستم. میخوای پاش بابات در میارم. روزگاری تا سیاه میکنم. حالا میبینی بلش کن. با اشتباهی گرفتی به جای عوضی. خودت عوضی هستی. یه دقیقه صبر بکن. من احمدم. از ترسم هم تو رو دوست دارم. فایدش چه؟ منم نمیگیری. میگیرمه. منم میام عروسیتون. دیدی قربانتشم. میبینی چی خانومی ها خانم خانوم هست. یاد بگیر نصف دورن. بریم منو عقد کن. چی رو عقدت کنم؟ من تو رو میخوام یا لا. دختر یه دقیقه صبر کن. ما باید بریم حساب عموتو برسیم. ناکس پولا رو بالا کشیده. وصیت نمرم همراهم آوردم. با پری خانم چرکشو میچانیم. بعد چطور میشه؟ بعد هر کاری خواستی بکن. بعدش چی؟ بعدش پولا مال تو میشه. بعدش چی؟ بعدش یه طوری میشه. میبینی خانوم نمیگه بعدش میگیرمه. خیلی خوب میگیرمه. حالا راه بیفت بریم اول باشه.
گیر عجب زمون نفهمی افتادیم. خانم جان تو برو عقب، ممکنه مردم فکر کنن او شما رو دوست داره. باش ببخشین و الان باباش رو در میارم. به من میگه نرگس آتیشی. اخ 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 بهش میگن آتیشی. کسی که ابری دست نمیده. آتیشی هاش خالیشن. سب کن. هی 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 آلو آتیشی. آتیشی سب کن، خرابش نکنی. بیا پری خودت. بلند بکن. تلفن. بلند بکن. چرا هم میکنی تو؟ آروم میگی. ببین پری خانم، شما برین تا اونجا که میتونین کاری بکنین که طرف از کوره در بره. میخوام جوشیش کنم. ما هم به اصطلاح فیلم های وستر کلون تروار هوا تو داری. واردم. قیمتو بالا میگیرم. سرم تو کاره. کارتو برم. او کجا رفت؟ رفت سر کار. ابی. بله. بارم محمود از زیر زمین ببرین، سر به نیستش کنین تا نرگس به خودم پناه بیاره. هی نگاه کن این زنه رو مرخصش کنین، خیلی پر رو شده. بارا دیگه. اچان برگشتی؟ آره، اما این دفعه قیمت خیلی بالاست. باز 4 تا نوار پر کردی؟ نوار به چه درد تو میخوره؟ من چیزی دارم که شب و روز به خاطرش خواب و خوراک نداری. دختر، من یه زمانی دنبال عاشق یا دوست داشتن این حرفا بودم. میخوای کار کنی قرار بذاریم، نمیخوای پاشو برو دنبال کاره. لابد فهمیدی محمود آقا هم به زانو در آوردن. بی فایده است، بی خودی. چرا؟ اونی که تو میخوای پیش منی. وصیت نامه برادر مرحومت. پیش تو؟ بله، مگه ما چمونه؟ حدود 50,000 تومان وسط آب میخوره. اگه دروغ بگی؟ تو که بچه نیستی، تو هم مالو نگیری مگه پولو میدی؟ نه. پس رد کن بیا. خیلی شانس آوردی. من باید بیام دنبال محمود. الله بختکی وصیت‌نامه گیرم بیاد. اگه دروغ بگی حسابت با منه. سابقتو دارم. پس بیا ماما، بیا. سفتر به من بد کن، منم در عوض تو رو آزاد میکنم. زود از اینجا برو. آه تو منه واکو، همچی میرم که نادرم. ببین بابا دیگه کسی نبیند که تا خاطر جمع باشی خانم جان، غیب میشم. هیچکی نمیتونم مثل ما غیب میشم. کجا رفت؟ رفت عموتو به حرف بیاره که ما بریم حسابشو برسیم. بلش کن، خودش میرسه. من یه نگفت واردم. خب منو تو هم میریم. کجا بریم؟ باز میگه کجا بریم؟ بریم منو بگیری، فهمیدی؟ ده مگه من سعیم که تو رو بگیرم؟ الان اوزا خرطی اولاغ میشه. برو تو ماشین، برو تو ماشین نرگسو. برو بیرونم نگاه نکن. چرا منو اینجا قایم میکنی احمد؟ من ما رو ببینم جمعش در میام تو خودتو قایم کن تو کار خراب بشه. من همین برگردم. کسی ندیدت من دری ای گور بابای نرگس و عموش و ثروتش. خالو خر خودتا بران. به تو چه؟ یارا یارا کلا فامره جلال خالق ششت خودمه. اما چه تو دونست فرار کنم؟ بلالی بدو دوستانم اومدن. اوها تبیده از اون بره. چاکرم نوکرم اون اینه اینجا این اونه. چه مرگته به اون؟ اون افتادی؟ گفتم شما رو کجا دیدم؟ ما ثواب کردیم، شما رو سوار کردیم. و شما بودین که ثواب کردین. نوکرم علیکی چاکرم بیخوادی. ابی حسابش برس تا من بیان. یلا آتمانی خبرهاییه. چی شد که تو مهربون شدی یا حاضر شدی با من معامله بکنی؟ جنس آدم ها، چقدر به خودم ضرر زدم، به تو ضرر زدم. بعد فهمیدم آقا محمود قاچاق چی. بعدم رفته سراغ دختر داتیه، اومد از من ثروت چی بگیره. آره با سمین مثل خودش شدم، بهش کلک زدم و وصیت‌نامه رو کش رفتم. اما فکر نمی کنی استاد زرنگ تر از اینا باشه؟ بعضی موقع شاگرده رو دست اوسا پا میشن. تا اوسا کی باشه؟
رد کن بیا. شناختی؟ خوبه. جمعتون جمعه، فقط یکیتون کمه. آقا کی باشم؟ کرولالا کربتیه بی خطر ناکرم. نوکره عربابت باش بی خطر. بی خطرم بی خطرم بیگی بی خطرم مدال خطر باشم. عمو کجاست؟ عمو چه؟ حالا دیگه عمو کیه؟ بلکن الان نشون دادم. من برادر داداشم. حالا بخوام عمو کیه؟ برا چرا؟ بکشمش. شما بازی بندو. حالا دانه بکش. کی بیاد بجنگ من؟ سرکار جون، وادار، وادار سرکار جون، تو ویلای کفتخان و سفترخان همه به جون هم افتادن، میخوان همه با کشن. تو دیدی؟ دورو نگی ها؟ قربان، خودت هم برید تماشا کنین، اگه تا حالا زنده باشن. بله خب، حرکت کن. ما کتک کردیم آن، از اونا بره ناکونش بگونه. دیگی که به سر برادرت و دخترش رو بردی واسه پول و ثروتش. اما من چی؟ با هم بازی کردی، تهمت زدی، زندونم انداختی. بی‌انصاف! دست دیگه دار. هنونه سرکار از اینجا به بعدش با شما. ما خودمون و همه زندگیمون مدرک کاراشیم. اهالی زیاد از دستش شکایت کردن، اما مدرک نداری. آها، اینم مدرک. بفرمایید. ثروتی که مثل آب خوردن بالا کشیده. این همه ثروت یا مال مردمه یا مال این دختره؟ راست میگم، مال خود خودمه. جناب سرکار، من فقط سهم خودم هم میخوام که با احمد عروسی کنم. احمد به ثروت من نظر نداره، اما نمیدونم چرا با هم عروسی نمیکنه. جناب سرکار، شما میتونین به احمد بگین منو بگیره؟ شما دیگه ثروتمند شدید. چه کسی از شما بهتر؟ خوشبخت باشید. خب اینا به احمد بگین. احمد جان کجا رفت؟ والا چی بگم؟ رفت. گفت نرگس دیگه پولدار شده، به درد من نمیخوره، میرم سراغ کلثوم. اون تیکه دهن من نه نرگس. شما کجا میرید؟ منم گفت برم عروسیش بخونم. خب شما خدا به خدا منم ببره، خدا عوضتون بده. جناب سرکار، من ثروت نمیخوام. همین ثروت احمد از دست من گرفت که الهی سنگ بشه بخوره تو سر عمو. ما عموتون رو بازداشت میکنیم، شما بعدا تشریف برید مسکن. باشه، اما با احمد میام. باش بریم خانم جان. با من بود کلثوم جان، چیزی که بادم حرم شم. یه شیر پاک خورده این نجاتم داد. حالا بیا منه میذاریم یا میری سراغ کلثوم جه اومد چیره بابا تا در میارم آبرو تا میبرم. یلا بریم منه بگیر، من ثروت میخوام نه عمو، من تو رو میخوام. ای دختر باز شروع کردی، هرچی کتا خوردم بس. و ما به درد تو نمخورم. مگه زورم؟ اون میخواد منه بگیرم.
تو نه؟ چرا داری استخاره میکنی؟ یا لبن مرا عقد کن. استخاره الو. خواهش میکنم. خوشحالم. بعد چون شکل منه. آره. خدا به دادش فرسی پرید. حالا تفری با این طرف خودتون میگه چی کار میکنه؟ تو خودت با طرف چی کار میکنی؟ من هنوزم شک داری؟ مرده و قولش اینو میگن قوله. تازه ما رو دید. منم یا ماوام نرگس ما کدام مانم گیت شدم. بذار بیار کنم حتماً همزار تو بگی چی کار میکردی؟ من سر به بیام مالیکم من میبینم پس جفتشون برمیام. خب بگیم